من با سلام به دوستای عزیز، با تشکر از هیئت مدیری رهایی زن. من میخوام از اون ایرانی که با مشکلات که خودم هم درگیرش بودم اومدم بیرون، چند سالیه اومدم اینجا، خلاصه با این تشکیلات و اینا یه کمی دست به روشن فکری و دست به چیزایی که تحت ستم زن و زنا قرار میگیرن آشنا شدم. یه چند چیزی نوشتم، میخوام براتون بخونم. برای همگان آشکار است که زن در جمهوری اسلامی و به خصوص زنای کارگر و زحمتکش تحت سلطه جمهوری اسلامی و عنوان یک رژیم مذهبی شدیداً تحت فشار قرار داشته و ظلم و ستمهای فراوانی را متحمل می شود. این رژیم با روی کار آمدن خود احساساً قوانین ارتجاعی وحشیانه را برای جامعه حاکم ساخته که باور هیچ انسان آزادی جایی ندارد. قوانین فرون واسطه با نام مجازات اسلامی از قبیل قصاص چشم در آوردن، قطع دست و پا، شلاق و از همه شدیدتر مجازات سنگسار زن و مرد. قوانین ارتجاعی که در رابطه با زن و مرد هم نابرابرند. آیا جایی تردیدی باقی مانده که این رژیم بر ضد تمام قوانین انسانی قد علم کرده و در راستای نابودی بشریت گام برمی‌دارد؟ پس باید بر علیه این قوانین موجودیت این رژیم به پا خواسته و مبارزه کرد. زنان همیشه جز پیشگامان آزادی و مبارز علیه ستمداد بوده و هستند. امروز در سراسر جهان زن به عنوان پیشتازان آزادی در تمام عرصه جوامع در حال مبارز هستند. زنان شجاع ایران نیز بردگی را تحمل نکرده، برای به دست آوردن آزادی خیش دست به مبارز بر علیه مرد سالاری و قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی زده اند. در راستای اهداف خود اثرات مهمی را بر جای گذاشته است و جامعه را از این حقیقت آگاه کرده. مسئله زن دارای ریشه های تاریخی است و مبارزات فراوانی را برای نابودی قوانین ارتجاعی حاکم از گذشته تا به حال انجام داده و در برابر تمام ناعدالتی های سرخم نکرده و از مبارزه بر خود بر حق خیش عقب ننشسته است. پس بیایید همه با هم در راستای این مهم اقدام کنیم و به آزادی و رهایی زن در جامعه کمک کنیم، چرا که آزادی زن آزادی جامعه است. زنده باد آزادی، زنده باد برابری.